پسر وعده. 10 سال بعد از مهاجرت به سرزمین کنعان، ابرام و سارای هنوز بچه ای نداشتن. پس سارای همسر ابرام به اون گفت: حالا که خداوند اجازه نداد تا من بچه ای داشته باشم و حالا که برای حامله شدن خیلی پیرم، بیا با خدمتکار من هاجر ازدواج کن تا اون بتونه برای من فرزندی بیاره. پس ابرام با هاجر ازدواج کرد. هاجر پسری به دنیا آورد و ابرام نام اون رو اسماعیل گذاشت، اما سارای به هاجر حسادت میکرد. وقتی که اسماعیل 13 ساله شد، خدا بار دیگه با ابرام سخن گفت. خدا فرمود: من خدای قادر مطلق هستم و با تو پیمانی خواهم بست. تو پدر قوم‌های بسیار خواهی بود. من سرزمین کنعان را به عنوان میراث به تو و نسل تو خواهم داد و همواره خدای ایشان خواهم بود. تو نیز باید تمام پسران خانواده خیش را ختنه کنی. همسرت سارای پسری خواهد آورد که فرزند وعده خواهد بود. نام او را اسحاق بگذار. من با او عهد خواهم بست و از او نسلی بزرگ به وجود خواهم آورد. از اسماعیل نیز قومی بزرگ خواهم ساخت، اما پیمان من با اسحاق خواهد بود. بعد از اون خدا نام ابرام رو به ابراهیم، یعنی پدر قوم‌های بسیار، تغییر داد. همچنین خدا نام سارای رو به سارا تغییر داد که به معنای شاهزاده است. اون روز ابراهیم تمام پسران خاندان خودش رو ختنه کرد. بعد از حدود 1 سال، زمانی که ابراهیم 100 ساله و سارا 90 ساله بود، سارا پسری به دنیا آورد. همونطور که خدا خواسته بود، اونها اون رو اسحاق نامگذاری کردن. وقتی که اسحاق مرد جوانی شد، خدا ایمان ابراهیم را آزمایش کرد و گفت: تنها پسرت اسحاق را برای من قربانی کن. ابراهیم بار دیگه از خدا اطاعت کرد و آماده شد تا پسرش رو قربانی کنه. وقتی که ابراهیم و اسحاق به سمت قربانگاه می رفتن، اسحاق پرسید: پدر، هیزم برای قربانی آماده است، اما برای قربانی کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد: پسرم، خدا بره قربانی را مهیا خواهد کرد. زمانی که اونها به قربانگاه رسیدن، ابراهیم پسرش اسحاق رو با تنابی بست و اون رو بر قربانگاه گذاشت. ابراهیم میخواست پسرش رو قربانی کنه که خدا فرمود: دست نگهدار، به پسر آسیب مرسان. اکنون دانستم که تو ترس مرا در دل خود داری، زیرا یگان پسرت را از من دریغ نداشتی. ابراهیم در اون نزدیکی قوچی رو دید که در میان بوته‌ای گیر کرده بود. خدا قوچ رو به جای اسحاق برای قربانی تدارک دیده بود. ابراهیم با خوشحالی قوچ رو به عنوان قربانی به خدا تقدیم کرد. اون وقت خدا به ابراهیم گفت: از آنجا که تو حاضر بودی تا همه چیز خود را، حتی یگان فرزندت را به من ببخشی، من نیز قول می دهم تو را برکت دهم. نسل تو بیشتر از ستارگان آسمان خواهد شد. از آن جهت که مرا اطاعت نمودی، تمام خانواده های زمین از طریق خانواده تو برکت خواهند یافت.